اشتباه بزرگ من اعتماد به نهضت خمینی است، اعتماد به عقایدم، و الان میگویم دین از سیاست جداست. یکی از تراژیک‌ترین افراد معاصر ایران، فردی انقلابی، فردی که بعد از 50 سال تلاش و جنگیدن برای عقیدش در آخر به جایی میرسد که رسماً اعلام میکند اعتماد به خمینی و رژیم خمینی از اشتباهات بزرگ من در زندگی بوده است. آقایون بفرمایید. آقایون بفرمایید بیرون. آقایون ابراز عقیدش مبنی بر جدایی دین از سیاست، آن هم زمانی که خمینی رؤیای حکومت اسلامی را در سر می پروراند و با تمام قوا شرایط را برای آن مهیا می کرد، جسارتی کم نظیر می خواست که در بازرگان به وضوح دیده می شد. مهدی بازرگان، از بارزترین سیاستمداران ایران، نهضت آزادی با اسم او شناخته می شود. اسلامگرایی مدرن را طرح‌ریزی می کند و اولین دانشیار دانشگاه تهران می شود. او اولین نخست وزیر موقت بعد از انقلاب 1357 در ایران است. مهدی بازرگان در مدارس تازه تأسیس رشدیه که متناسب با امواج انقلاب مشروطیت در جامعه ما ظاهر شده بود، دوره دبیرستان خود را به پایان می رساند. بازرگان که در سال 1306 در بین نخستین محصلان نخبه و ممتاز کشور بود، از طرف دولت شاهنشاهی به فرانسه بورسیه و اعزام می شود. اسنادی که در وزارت فرهنگ موجود هست، ما به نظری هم از مرحوم فروغی برمیخوریم که خیلی جالبه، در مورد مهندس بازرگان اظهار نظری کرده و ذیل پرونده او یادداشتی گذاشته و نوشته که بازرگان از محصلین دارالمعلمین جوان باهوش و خیلی حساسی است، قابل توجه مخصوص است، چون ممکن است بر حسب پیش آمد و مناسباتی که برای او فراهم شود مرد بزرگی شود و یا اخلاقا فاسد گردد و اگر خراب شود خیلی محل تأسف خواهد. به طوری که ما در خاطرات بازرگان میخونیم، هنگامی که تصمیم میگیره به خارج انتخاب میشه که بره به سفر خارج، به پدرش میگه اگر من بمانم در اینجا بیدین میشم. این نشانه اون استش که بازرگان به شدت از رفتارهای نابهنجار متدینین رنج می برده. بازرگان در فرانسه در رشته ترمودینامیک و نساجی فارغ التحصیل می شود و در سال 1313 به ایران باز می گردد. مهندس مهدی بازرگان از اولین مفسران غیر روحانی اسلامی در ایران است. او کسی است که انحصار جامعه روحانیت را درباره اسلام شکست. او هم در رابطه با دین و هم درباره سیاست صاحب نظر و صاحب اثر می باشد. تلاش‌های او در راستای آشتی دین و دموکراسی و همچنین ارتباط دین با علم جدید روز بود. تلاشی که بسیاری آن را موفق و بسیار دیگری آن را غیر موفق می دانند. آقای بازرگان به نام بازرگان بود، نه به سیاست. یعنی با دین بازرگانی نکرد، سوداگری نکرد، از سرمایه دین بهره شخصی نبرد، بهره سیاسی نبرد، بهره مالی نبرد. خدا رو برای خدا میخواست، نه برای خرما، نه برای دنیا، نه برای هیچ چیز دیگری. مهندس بازرگان در سال 1330 توسط دکتر مصدق به ریاست هیئت مدیره و مدیریت عامل شرکت ملی نفت ایران منصوب شد. در آن سال صنعت نفت ملی شده بود و قرار بود برای نخستین بار هیئتی از کارشناسان و کارکنان ایرانی در صنعت ملی نفت ایران فعالیت خود را رسما آغاز کنند و این صنعت را به صورت مستقل و بدون حضور هر گونه شرکت خارجی پیش ببرند.
شرکت انگلیسی که تا آن زمان مسئولیت پروژه بزرگ نفتی ایران را به عهده داشت، از صحنه خارج و شرکت ایرانی جایگزین آن می شود. در این خصوص، رأی گیری در مجلس قانون اساسی تشکیل شد. این گروه ایرانی با عنوان هیئت خلع ید شناخته می شدند که مهندس مهدی بازرگان ریاست این گروه را به عهده داشت. بازرگان از این طرح بسیار استقبال کرد. او که از قبل برای این مسئله برنامه ریزی کرده بود، دانشجویان خود را به داشتن استقلال کشور ایران و توانایی‌ها و تخصصشان تشویق می‌کرد. کسانی که بلافاصله عهده‌دار کارها شدند و جانشین 600 نفر متخصصین انگلیسی شدند، همین ایرانی‌ها بودند که فنی‌هاشون یا در دانشکده فنی یا در هنرسرای عالی یا به طور غیر مستقیم در تکنیکال کالج خود آبادان بنده خدمتگزار قبلی و مخصوصاً روی شاگردای دانشکده فنی دائما اصرار داشتم که دندون رو جگر بذارید، علارغم اهانتی که شما میگید بهتون میشه و مشکلاتی که اونجا هست و حقوق مثلا کمتری اگر بدن و امتیازات رو بیشتر به انگلیس ها بدن، برید اونجا برای اینکه اگر یک روزی بنا بشه ما مالک نفت خودمون بشیم، اون روز شماها باید باشین، کسانی باید باشن که به رموز اینجا آشنا شده باشن و بتوانن این دستگاه رو اداره بکنن. مهندس مهدی بازرگان یک سال بعد از رسیدن به سمت مدیر عاملی در شرکت ملی نفت ایران، شبکه لوله کشی آب تهران را راه اندازی کرد. 28 مرداد 1332، کودتا علیه کابینه دوم دکتر مصدق. سرلشکر فضل الله زاهدی عهده‌دار تشکیل کابینه جدید می شود. این کودتا تبعات زیادی در داخل کشور داشت. بازرگان نامه اعتراض آمیز علیه انتخابات مجلس شورای ملی می نویسد و آن را غیر قانونی می داند. بلافاصله او از تمامی سمت‌های دانشگاهی و دولتی کنار زده می شود. وی توسط لشکر 2000 ارتش به دلیل مبارزات نهضت ملی که خود او تشکیل داده بود و نیز چاپخانه مخفیانه جهت انجام فعالیت‌های این نهضت داشت، به مدت 8 ماه زندانی شد. مهندس بازرگان حتی زمانی که در زندان‌های سیاسی بود، دست از سخنرانی، تبلیغات سیاسی، عقیدتی و فرهنگی خود بر نداشت. وی در همین زمان کتاب عشق و پرستش یا ترمودینامیک انسان را نوشت. امیر عباس انتظام از سیاستمداران و اعضای جبهه ملی که بعد از انقلاب 57 به عنوان نخست وزیر و سخنگوی دولت مهندس بازرگان بود، درباره بازرگان میگوید: آقای مهندس بازرگان رو من از سال 1330 وقتی وارد دانشکده فنی شدم میشناسم. ایشون رئیس دانشکده فنی بودند اگر اشتباه نکنم و یه فرد ملی و علاقمند به کشور. من خودم از کلاس دهم دارالفنون علاقمند بودم به نهضت ملی ایران و شخص دکتر محمد مصدق و تلاش و فعالیت‌هایی رو در این حد داشتم در جهت پیشبرد منافع نهضت ملی ایران. بعد از اینکه دارالفنون رو تمام کردم وارد دانشکده فنی شدم، با شخص ایشون آشنا شدم و در جلسات بحث سیاسی در منزل ایشون شرکت می‌کردم بنا به پیشنهاد خود ایشون. از اون سال آشنایی ما با این مرد بزرگ که هنوز خیلی ها او رو نمیشناسن واقعا شروع شد و هنوز هم من با تقریبا میتونم بگم که 70% فامیل بازرگان رفت آمد دارم و دوستی دارم باشون و اونا هم به من بسیار محبت دارن.
در بهار 1340 بازرگان به همراه محمود طالقانی و دکتر یدالله صحابی نهضت آزادی ایران را پایه‌گذاری کرد. این نهضت باعث تقویت نهضت مقاومت ملی شد. این کار بدون پیامد نبود. بازرگان و دیگر مؤسسین نهضت جدید در سال 1342 به 10 سال زندان محکوم شدند. اما 2 سال بعد به علت اعتصاب در زندان وی به همراه 17 نفر از دوستانش به زندان برازجان تبعید شد و بعد از 5 سال آزاد می گردد. مهندس حکیمی یکی از دوستان وی در زندان برازجان درباره بازرگان می گوید خیلی خاطرات از مرحوم مهندس بازرگان دارم. چون مدت 4 سال با ایشان بودم، چه زندان قصد چه زندان برازجان و مجدد زندان قصد. ولی یه نکته رو من عرض کنم به اون نشون میده انصاف مرحوم مهندس بازرگان در مواجهه با آدمهایی که به لحاظ فکری باشون مخالف او هست و موافقتی نداره، اما نکته‌ای که فکر می‌کنم ایشان در اون شب ورود ما به زندان برازجان بیان کردن نشانه از انصاف و ایشان هست. وقتی که ما بالاخره بعد از 4 ساعت که در قرنطینه بودیم به زندان رفتیم پیش سازمان نظامی حزب توده و چند نفری از اهالی آذربایجان، مرحوم از بازرگان گفتن که همه مقابل هم بشینیم، هر کس خودشو معرفی کنه وابسته به چه سازمانی هست و چه مدت محکومیتش هست. خب ما مثلا من 4 سال بودم، مرحوم دکتر صحابی 4 سال، آقای جعفری 4 سال، مهندس صحابی 4 سال، آقای دکتر شیبانی و مرحوم علی بابایی هم 6 سال، خود آقای مهندس بازرگان هم 10 سال. ولی از اون طرف افسران حزب توده همشون ابد از چند تاشون، 1 تاشون 15 سال. بعد مرحوم بازرگان اون شب یه صحبتی کرد که خیلی من نشانه از انصاف و مروت ایشان بیدم. اول رو کرد به توده یا گفت مبارزه رو اول شما شروع کردیم و ما مبارزه رو از شما یاد گرفتیم. بعدی که مطلب رو گفت، خب ما وقتی مبارزه میکنیم بر حسب اعتقادمون، اگر که شکستم بخوریم او چون با اعتقاد اومدیم خب دنیا پاداشش و پاسخش رو میگیریم. ولی شما هم فکر نکنید که حالا که اینجا هستید شکست خوردید، بلی که شما هم به نوعی پیروز شدید. چرا که رژیم به خاطر اینکه این حربه رو از دست شما و ما بگیره خودش به طرف مردم به اجبار اومده، یعنی اصلاحات ارضی رو شروع کرده، و حالی که اگر از ترس مخالفین نبود ممکن بود چنین حرکتی رو انجام نداد. این خیلی رود روحیه اینا خیلی تأثیر گذاشت، تأثیر مثبتی داشت. ضمن این که مرحوم از بازرگان خب با کسی تعارف نداره، چون که به نظرش میرسه و معتقد هست بیان میکنه. اون شب هم این مطلب رو خیلی شفاف و روشن گفت. بازرگان از سال 1346 تا 1356 برخلاف گروه‌هایی مانند سازمان مجاهدین خلق، گروه ابوذر یا فعالیت‌های آیت الله حسین غفاری، روحانیت تهران، جامعه مدرسین قم و گروه‌های چپ که به صورت مرتب در حال فعالیت سیاسی بودند، بیشتر مشغول فعالیت‌های خیریه بود. ورود مجدد او به سیاست در اواسط سال 1356 بود، زمانی که کمیته ایرانی حقوق بشر را تأسیس می کند. بازرگان به نهضت خمینی می پیوندد.
دکتر علی اصغر قروی، عضو شورای مرکزی حزب نهضت آزادی ایران و مسئول شاخه اصفهان، درباره شکل گیری ارکان اساسی ایران در شروع همکاری مهندس بازرگان و خمینی چنین میگوید: اون موقع دو جهت فعالیت میکردن، دو شاخه فعالیت میکردن، یکی شاخه روشنفکران دینی بودن و یکی شاخه روحانیون. شاخه روحانیون رو که خب آقای خمینی رهبری میکرد، شاخه روشنفکران رو هم مرحوم بازرگان و طالبانی و دکتر سحابی. البته کتاب های مرحوم بازرگان مخصوصا راه طی شدهش توی دبیرستان خیلی رایج بود، همه بچه ها میخوندن، دست به دست میگشت، همه میخوندن، همه نداشتن ولی همه میخوندن، اصلا میگرفتن میخوندن. و اما آقای خمینی کتاب خاصی که اون موقع شایع باشه نداشتن که بتونن دست محصل ها بدن. بازرگان که تصور میکرد از طریق دین و روحانیت قانون اساسی در ایران سر و سامان میگیرد، از خمینی حمایت میکند و در کنار او قرار میگیرد. با به روی کار آمدن خمینی، وی به نخست وزیر منصوب میشود و او به عنوان اولین نخست وزیر موقت ایران بعد از انقلاب 57 معرفی میگردد. بنا به پیشنهاد شورای انقلاب، بر حسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آراء اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران و به موجب اعتمادی که به ایمان راسخ شما به مکتب مقدس اسلام و اطلاعی که از سوابقتون در مبارزات اسلامی و ملی دارم، جناب عالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص مأمور تشکیل دولت موقت می نمایم. پرویز دستمالچی، نویسنده و منتقد جریان‌های دینی و ملی، می گوید بازرگان فردی نواندیش و به شدت اخلاق‌گرا و صداقت‌گرا در سیاست بود. هر جا حرفی لازم بود زده شود، با شجاعت و دلیری بیان می کرد. وی دارای افکار و ایده های نو بود. به عنوان یه فرد بسیار مسلمان مذهبی و ملی که مبارزات ملی بسیار زیادی کرد، خدمات زیادی هم کرد، ولی در یک دورانی یک اشتباه بزرگ کرد به نظر من، هم از نظر فکری و هم از نظر سیاسی، ولی فردی صادق و خدمتگزار برای کشورش. منظورتون از اشتباه بزرگ؟ اشتباه بزرگ این استش که از سال 1340 به بعد ایشون رفت به طرف حکومت ایدئولوژیک اسلامی و این خطای بزرگی بود. این خطایی است که بسیاری از روشنفکران دینی کردن و یا اسلامی پیش از انقلاب. و بعد چیزی رو که ایشون باید بهتر از ماها میدید در اون زمان، به هر حال سال 1357 ایشون در حدود 70 سالشه، یعنی جوان اونطوری نیست که قابل اغماز باشه، ایشون به دنبال حکومت اسلامی رفت و چیزی رو که میبایستی میدید این استش که برخلاف جنبه های دموکراتیکی رو که ایشون سالها در درون ملیون براش مبارزه کرده بود، آیت الله خمینی برای دموکراسی و حقوق بشر ابدا تره خورد نمیکرد، ولی ایشون رفت و بعدم سریع هم متوجه شد به نظر من. شاید فکر میکرد که از اون طریق بتواند ضرب این بنیادگرایی اسلامی رو بگیره که ناموفق بود. شاید اصولا هر کسی دیگه ای هم بود نمیتوانست در اون شرایط ویژه این ضرب رو بگیره، یعنی کار به جایی کشیده بود که شاید دیر شده بود. در ابتدای انقلاب ایران دو نخست وزیر داشت: بختیار که به عنوان نخست وزیر از طرف شاه منصوب شده بود و بازرگان که به تازگی از سوی خمینی به نخست وزیری رسیده بود. این مسئله کشور را دچار هرج و مرج می کرد. بختیار در یکی از جلسات خود با خبرنگاران گفت: دولت موقت را تا وقتی که شوخی است می پذیرد.
خمینی برای محکم کردن پایه های حکومتش و به رسمیت شناختن نخست وزیر خود به مردم دستور میداد تا به خیابان ها بریزند و شعارهایی بر علیه شاپور بختیار که باقی مانده از دولت شاهنشاهی بود سردهند. مردم در سراسر شهرهای ایران به خیابانها آمده و با اعتراضات خود علیه بختیار به نفع مهندس بازرگان شعار می دادند. اما بازرگان حاضر نبود کمترین درگیری در کشور ایجاد شود. از این رو دنبال راه چاره بود. او با دوستان قدیمی خود از جمله محمود طالقانی مشورت می کند تا بتواند راهی بیابد. مبارزات و تلاش‌های سیاسی و فرهنگی بازرگان بعد از رسیدن به نخست وزیری همچنان ادامه داشت. سمت نخست وزیری مسئولیت سنگین‌تری را به دوش وی گذاشته بود. وی از همان اول با به روی کار آمدن خمینی قانون شکنی‌هایی در اجرای قانون اساسی می‌دید که توسط رهبر ایران انجام می‌شد. او سعی بر اصلاح آن داشت اما با مخالفت‌های خمینی و طرفداران او روبرو می‌شد. مهندس مهدی بازرگان بی‌ثباتی قانون اساسی در مجلس به خاطر عوامل گوناگون، بی‌اعتمادی دولت نسبت به نظرات وی به عنوان نخست وزیر را از جمله مشکلات سر راه خود می‌دانست. نخست وزیری که بخواد برای ملاقات با وزرا اجازه بگیره، این برای لای جرس خوبه. مگه من هویدا هستم یا امام محمد رضا شاه هستم که آب خوردن رو اجازه بگیریم؟ اصلا این چه ایرادی بود؟ چه حرف بی‌معنیه؟ اگه بنا باشه نخست وزیر و وزیر خارجه و وزیر دفاع مورد اعتماد نباشن و تشخیص نداشته باشن که با وقتی با یه وزیری صحبت میکنن چی بگن، چی بشنوند و چی نگن، اینا رو اصلا نباید نگه داشت. و اون نگرانی این است که میبینیم با این مجلس بررسی قانون اساسی و تغییرات عمیقی که در قانون اساسی دادن، بیم این میره که بعد هم باز مملکت چند قطبی باشه، مملکتی باشه که باز کسی تکلیف خودشو ندونه، عوامل متعددی روی دولت و روی مسئولین عمل بکنه، قطب اداری، قطب اجتماعی، قطب سیاسی، قطب دینی، قطب نمیدونم اقتصادی. و این بزرگترین با این نگرانی بزرگ ترک میکنیم که مملکت بعد از قانون اساسی و بعد از تصویبش باز هم دوچار هرج و مرج و بی تکلیفی باشه و حاکمیت ملت که جانشین خداست، خدا و خلق، این حاکمیت نباشه، حاکمیت طبقاتی ولو طبقه روحانی برش وجود داشته. بازرگان در مجلس از حقوق زندانیان سیاسی که یکی از اصول قانون اساسی است و توسط دولت زیر پا گذاشته شده بود رأی خود را اعلام می نماید. 39 قانون اصل 39 قانون اساسی صراحت دارد که کسانی که بازداشت شدند یا در حین محاکمه هستند، دستگیر شدند، هیچ گونه حق حرمت و حیثیت به کسی که به حکم قانون دستگیر یا زندانی شده یا تبعید شده نباید باشه و اگر کسی این کار رو کرد جرمه. وی در مجلس شورا درباره خشونت‌هایی که نهضت خمینی در کشور به راه انداخته بود و باعث افزوده شدن ناراضی‌ها در کشور شده بود سخن می‌گوید. او این خشونت‌ها را باعث لکه‌دار شدن اسلام در دنیا می‌دانست. همه و حاصل خشونت‌ها و بی‌رحمی‌ها افزوده شدن ناراضی‌ها و انتقام‌خواهان و برگشت کنندگان از انقلاب و دین است و حیثیت و حقانیت اسلام که در دنیا لکه‌دار می شود. اما در مقابل با مرگ بر بازرگان و هجوم بعضی از نمایندگان در مجلس مواجه می شود. آقای عبدالدنیا صمیمانه آقای
بازرگان در چندین مرحله نامه استعفای خود را به خمینی تحویل می دهد و می خواهد از ادامه همکاری با رژیم خمینی انصراف دهد، اما با مخالفت خمینی روبرو می شود. نامه استعفا همیشه در جیب بازرگان بود و در جلسات مختلف آن را ابراز می کرد، تا جایی که هر چند وقت یک بار سخنگوی دولت مجبور می شد خبر استعفای بازرگان را تکذیب کند. چندین بار گفتیم، همین اول هفته نامه خصوصی مستقیم برای امام من فرستادم که آقا این استعفای ما دو دستی در اختیار امام، ما خوشحال میشیم اروز عروسی دوم بنده است، اروزی که امام بگن آقا برید خونتون ما راحت میشیم. قانون شکنی های خمینی و پیروان او باعث سلب اعتماد مهندس بازرگان به خمینی شده بود. وی با شاپور بختیار در منزل دکتر سیاسی قرار ملاقات گذاشت و درباره پشیمانی خود از اعتمادی که به خمینی کرده بود به گفتگو می نشینند. عرض کنم به حضورتون که دکتر سیاسی استاد همه ما و اون وقت بهتون میگم، حالا اگر سیاسی رو دیدید هنوز حافظه داره لندن میتونید ازش بپرسید که ملاقات بختیار بازرگان در منزل شما، چون اون گفت من خسرو وزیری بیام بدبخت میشم، منم گفتم منم تو خیال بکنی جای دیگرم، بالاخره 3-4 تا جا رو ما چیز کردیم، یکی منزل انتظام بود که اونم قبولش داشت منم قبول داشتم، بعد گفتیم آقا یه کاری بکنیم انتلیکتوالش بکنیم بریم منزل سیاسی، بعد منزل دکتر سیاسی و خود بازرگان. به من گفت شاپور خان تو خیال میکنی که این مثل شریعت مداری اینا صحبت میکنه، این یک حیوان سبعه، این عبارت اوست. من نوشتم ایران بهش گفتم، خب بازرگان بهش گفتم بازرگان پس تو با یه حیوان سبع توی قفس زندگی میخوای بکنی، چطور میتونی تو همچینی بکنی؟ جواب نداشت بدی. هر روزم استعفا تو جیبش، تکلیف شرعی استعفاش بوده، این که نمیشه، این که حکومت کردن نیست. مهندس مهدی بازرگان نگرانی خود را از تعدد مراکز تصمیم گیری، تغییرات عمیق در قانون اساسی، فقدان یک حکم و یک قانون به عنوان یک اصل در ایران می داند. مملکتی باشه که باز کسی تکلیف خودشو ندونه، عوامل متعددی روی دولت و روی مسئولین عمل بکنه، قطب اداری، قطب اجتماعی، قطب سیاسی، قطب دینی، قطب نمیدونم اقتصادی، و این بزرگترین با ما با این نگرانی بزرگ ترک میکنیم که مملکت بعد از قانون اساسی و بعد از تصویبش باز هم دچار هرج و مرج و بی تکلیفی باشه و حاکمیت ملت که جانشین خداست، خدا و خلق، این حاکمیت نباشه، حاکمیت طبقاتی ولو طبقه روحانی برش وجود داشته باشه. این اون نگرانی است که ما داریم و امیدواریم که این نگرانی مرتفع شه. خمینی همیشه سعی در جلوگیری از ارتباط علنی ایران با ایالات متحده آمریکا داشت. او در یکی از انتقاداتش به مهدی بازرگان مسئله ملاقات برژینسکی مشاور امنیت کاخ سفید در دوران ریاست جمهوری جیمی کارتر را مطرح می کند. بازرگان در آخرین جلسه خود جهت استعفایش در حضور بعضی از سران دولتی می گوید این مسئله که چرا ملاقات با مثلا وزیر مشاور رئیس جمهور امریکا تو بوق و کرنا گذاشته نشده بود یا به عرض و اجازه امام نرسیده بود، خیلی این ایراد به نظر من خیلی ایراد واقعا بی جای آمد. و هر روز به آقای حاج احمد آقا خمینی گفتم که وقتی این سوال رو از شما کردن، من اگه شما بودم چیز دیگه میگفتم و حالا میگم در این مدت آقایون همکاران و بنده شاید با بیش از 200 وزیر یا سفیر ملاقات کردیم، هیچ کدوم از این ملاقاتامونو نه به شورای انقلاب گفتیم، نه به فلان حزب یا فلان روزنامه گفتیم، نه خدمت امام، اصلا معمول و معهود نبوده. آقای دکتر یزدی اطلاع داشت و منم به ایشون گفته بودم که کاردار سفارت امریکا در اون روز جشن استقلال ترکیه که نهار مهمان بودیم
پذیرایی داشتیم، کاردار اطلاع داد که شما که میری الجزایر آقای برژنسکی هم اونجا میاد، بنابراین احتمال داره که به ملاقات شما بیاد. اینو آقای دکتر یزدی میدونست و بعد از ایشون من خواهش کردم که مخصوصا شب قبل از مسافرت خدمت امام برسید، مطالب مختلف و از جمله یه مرتبه دیگه روابط ما با امریکا چگونه باشه و چگونه خوبه و ما چه نظری داریم یا ایشون چه فرمایشی دارن. این صحبتایی که بودو کردن، ولی به هیچ وجه ایشون نگفتن که با آقای همونطور که با وزرای دیگه با اشخاص دیگه ملاقات کردن، این نگفتن. این چه حرفیه؟ اون نخست وزیری که بخواد برای ملاقات با وزرا اجازه بگیره، این برای لای جرس خوبه. بازرگان در جریان بحران گروگانگیری در آبان ماه 1358 بعد از گذشت 9 ماه از پست نخست وزیری استعفای رسمی خود را اعلام می کند و از دولت خمینی کنارگیری کرد. خمینی هم که بازرگان را سد راه خود می دید موافقتش را با استعفا اعلام می کند. اما این پایان ماجرا نیست. خمینی و پیروانش همچنان بعد از استعفای مهندس بازرگان مردم را علیه وی تحریک می کردند. هاشم سباقیان از اعضای اولیه در نهضت آزادی و رئیس هیئت اجرایی و عضو دفتر سیاسی در این نهضت می گوید: شاید عده زیادی به خاطرشون باشه که بعد از اینکه مرحوم از بازرگان استعفا داد، دولت موقت کنار رفت، همون اوائل شروع کردند شعارهای بر علیه مهندس بازرگان، مرگ بر بازرگان میگفتن و این حتی در شعارهای نماز جمعه هم با کمال تأسف این شعارها تکرار میشد. یادم یه روز ما خیلی متأثر شدیم به اتفاق آقای دکتر رضا صدر و یه نفر دیگه که الان اون رو من به خاطر نمیارم، سه نفری رفتیم پیش آیت الله مهدوی کنی. آیت الله مهدوی کنی اون موقع مسئول کمیته های انقلاب بود. رفتیم اونجا و واسهشون توضیح دادیم که آیا این حقه که چنین کاری رو دارن میکنن و این شعار رو میدن. ایشون گفتش که اولا من به من اونجا چون نماز جماعت برقرار میکرد، گفت من به محض اینکه اومدن این شعار رو دادن بلند شدم گفتم که هر کی میخواد چنین شعاری رو بده در نماز جماعت ما شرکت نکنه، برای اینکه من هرگز اعتقاد به این ندارم و شرکت نکنه در نماز ما. و یه مطلبی رو اونجا گفت که به نظر من از نظر تاریخی بسیار مهمه و ارزش شخصیت مهندس بازرگان و نوشته ها و آثار او رو نشوند. تعریف کرد، گفت که ما به اتفاق چند نفر دیگه از طلبه هایی که در قم درس میخوندیم، اون موقع جز طلبه هایی بودیم که دیپلم داشتیم، یعنی چون میدونین کسانی که به حوزه علمی قم میرفتن کمتر مدرک تحصیل دیپلم داشتیم، در اونجا در حوزه بررسی کردیم، دیدیم هر چی از حوزه میگویند میگن که شیخ مفید چنین گفته است، شیخ طوسی چنین گفته است، این بر او حاشیه نوشت. ایشون در کوی دانشگاه در تهران انجمن اسلامی دانشجویان یه جلسه گرفته بودن، مهم بود، شلوغ هم بود اینا، و از آقای بازرگان هم دعوت کردن به سخنرانی. اونجا باز از این گوش زدن ها نیش زدن ها داشت تو همون سخنرانیش، روزنامه ها منتشر کرده بودن بعضی روزنامه ها. من به آقای خمینی گفتم که دو تا مطلب گفتم، یکی این که کسرویون پیروان کسروی باز دارن خیلی فعالیت بکنن این طرف اون طرف و یه نمونه هایی گفتم، یکی هم که بازرگان اخیراً یه همچی صحبتی ایشون کرد. ایشون گفتن اما راجع به کسروی با اینا درگیر نشید، فعلا با اینا درگیر نشید و اینها. گفتن که اما بازرگان باید کوبیده شود، به همین تعبیر. اما مهندس بازرگان باید کوبیده شود. ظاهرا ایشون هم گزارشات زیادی داشته راجع به اینکه این گله میکنه از جامعه روحانیت و حمله میکنه
فکر کنم یه همچین چیزا اطلاعاتی داشته، اینه که تند یه دفعه برخورد کرد گفت باید کوبیده شد. ما خودمون با سابقه با هم تو با هم میرفتیم و فحاشی‌ها رو میشنیدیم و میرفتیم، اون برای خودش بمونه که تا به کتک خوردنمون پشت تریبون مجلس کشید و اینها، اونا خاطرات است که از خود گفتن اون نمیخوان بگیم. ولی شما وضع من بازرگان و اون حالت سلامت نفسش و غیره اینا رو نگاه بکنید و ببینید با چه وضعی وارد میشده و با چه میگذشت به ایشون، این دیگه شاید مثلا اون خاطره رو به یاد نیاریم بهتره. مهندس مهدی بازرگان بعد از کنارگیری از پست نخست وزیری در اولین مجلس شورا به عنوان نماینده مردم تهران در قالب فراکسیون اقلیت فعالیت رسمی خود را ادامه می دهد. فعالیت وی در نهضت آزادی ایران نیز ادامه داشت و جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران را پایه‌گذاری می کند. مهندس مهدی بازرگان در آخرین روز دی ماه 1373 برای معالجه بیماری قلبی خود ایران را به قصد کشور سوئیس ترک می کند. اما در بین مسیر و در فرودگاه زوریخ آلمان حال وی وخیم می شود. او را به سرعت از فرودگاه به نزدیکترین بیمارستان منتقل کرده ولی سودی نبخشید و در سن 87 سالگی در شهر زوریخ جان می سپارد. فردی که بعد از 50 سال تلاش و جنگیدن برای عقیده‌اش در آخر به جایی می رسد که رسماً اعلام می کند اعتماد به خمینی و رژیم خمینی از اشتباهات بزرگ من در زندگی بوده است. اگر ما مجلس آزاد مستقلی نداشته باشیم که متعلق و منبعث از تمام ملت باشد، دیر یا زود جمهوری اسلامی مانند طرف خود مشروطیت سلطنتی با حفظ صورت و عنوان تبدیل به نوعی استبداد و نظام طاغوتی متکی به استیلای خارجی خواهد شد. همیشه و در همه جای دنیا استبداد از روزی شروع شده است که یک شاه، یک خاندان، یک طبقه و حتی یک مکتب خواسته است ولو با حسن نیت و به قصد خدمت خود را یگان مالک، یگان مسئول و یگان مأمور بر سایرین تصور و بر جامعه تحمیل نموده وقعی به رضایت و رأی مردم ننهد.